طبیعت خودش مدرسه است طبیعت دو میلیون ساله که برای ما مدرسه است و ما هر اون چی که یاد می از اون یاد می گرفتیم این مدرسه جدید در جهان دویس سال و در ایران بیشتر از صد سال قدمت نداره و در همین فاصله کوتاه تمام معایب خودش رو بروز داده ما در طبیعت بایستی با مسائل مختلف روبرو می شدیم و باید برای هر مسئله ای که روبرو می شدیم راه حلی پیدا می کردیم و از طریق این تعامل با این مسائل از طریق ور با این مشکلات چالشهایی که پیش رو بود ما چیز یاد می گرفتیم و این جزئی از نهاد ما شده جزئی از ذات ما شده جزئی از ژنتیک ما شده و امروز هم کودک انسانی درسته که ما در شکار قبیله شکارچی گردآورنده زندگی نمی کنیم ولی ما همون ژنتیک همون استعدادها رو داریم ما همون موجودیم کت شلوار پوشیدیم ولی همون موجودیم دامن پوشیدیم ولی همون موجودیم و همون استعدادها رو داریم و باید در محیط طبیعت قرار بگیریم تا دوباره با اون چالش ها روبرو بشیم و از طریق برخورد با اون چالش ها یادگیری صورت بگیره الیسون گوبنیک یک برجسته امور تعلیم و تربیت به تازگی کتاب منتشر کرده به نام باغبان و نجار که در این کتاب میگه که ما باید به عنوان در ارتباط با بچه نقش باغبان رو بازی کنیم باغبان شکل و شمایل گل رو تغییر نمیده غذاش کودش رو مناسب میکنه آبش رو مناسب میکنه خاکش رو مناسب میکنه تا این بتونه خوب رشد کنه و استعدادهای خودش رو بروز بده ما نباید نجار باشیم نجار میاد از تنه یک درخت یه صندلی بیرون میکشه ما نباید با کودک چنین رفتاری داشته باشیم باید باغبان باشیم و خیلی پیش از اون کسی مثل جبار اسکرزاده میاد فامیل خودش رو بان میذاره و میخواد که برای بچه ها نقش باغبان رو داشته باشه یا میرزه حسن رشدیه میاد فامیلش رشدیه میذاره ترکا به مدرسه میگفتن رشدیه و اون میخواد که با این لفظ بگه که من قصدم رشد دادنه قصدم چپوندن اطلاعات در ذهن بچه ها نیست میخوام اونا رو رشد بدم بنابراین این دقدقه ها رو بزرگان و دلسوزان تعلیم و تربیت در ایران داشتن ولی امروز دریق که ما چیزی از این دست نمی بینیم از اونجایی که ما در مدرسه طبیعت آموزش نمیدیم پس معلم نداریم و چون بچه ها رو تربیت نمی کنیم پس ما مربی هم نداریم به جای اونها چی داریم؟ ما در مدرسه طبیعت تسهیلگر داریم تسهیلگر کیه؟ تسهیلگر یه بزرگ ساله مهربانه که کنار بچه هاست سبوره بچه ها رو دوست داره و از امنیت ایمنی و سلامت بچه ها حفاظت میکنه که برای اونها اتفاق جدی نیفته نه اینکه اتفاق اصلا نیفته نه بچه ممکنه بخور زمین یه جایش هم زخمی بشه و تسلگر حتی بهش نگاه هم نکنه تا اینکه اون خودش بلند شه و بره ولی مواظب هست که برای کودک اتفاق جدی نیفته امنیت و ایمنی و سلامتش به خطر جدی نیفته و بعد همراه کودک اگر کودک از او کمکی میخواد بهش کمک میکنه اگر همبازی میخواد با کودک همبازی میشه ولی در بازی از کودک جلو نمیفته و اگر در جریان کشف و کشاف کودک اگه در جریان چالش هایی که با محیط داره با بچه های دیگه داره جایی هست که تسهیلگر میتونه یک دخالت بسیار کوچک بکنه و یک کلیدی رو بچرخونه که یک دری باز بشه تا دوباره بتونه اون کشف و کشاف ادامه داشته باشه ممکن یک مداخله بسیار کوتاه بکنه مثلا فرض کنیم بچه ها دستشون به, به درخت نمیرسه که میوه بچینن یه صندلی رو بیاره بذاره اونجا بدونی که هیچ حرفی بزنه که اگر لازم ازش استفاده کنید تسهیلگری یک کار سهل و ممتنع که به شدت مشکل و به شدت به ظاهر آسونه برای اینکه عملا نمیخواد که در کار بچه ها مداخله ای بکنه ولی میخواد که به امکان این که کودک رشد بیشتری بکنه رو فراهم بکنه اگر بخوام یک مثالی بزنم که برخورد کودکان با تسهیلگرشون چی هست خبرنگار آمده توی یک از مدرسه ها و از بچه ها پرسیده که این تسهیلگر ها چه کار میکنن گفته که تسهیلگر اینا اینا که درختن اینا مثل درخت اینجا و وسادن. هر هرچی ما بهشون میگیم هیچی نمیدونن میگن که تو خودت چی فکر میکنی البته ما میدونیم که این برداشتش شوخی است که کودک میکنه برای سر به سر گذاشتن تسهیلگراشون چون اونها انقدر با تسهیلگرای خودشون دوستن که هر جور شوخیر که دلشون میخواد با اونا میکنند. من پره مولده بودم. الان میخوام اینو ازت بکنم. چی شد اصلا؟ چی شد؟ احورا با بین زدتون بخوند. همچنین علکی؟

یه دکتاری ما میارم. ما در محل طبیعت گاهی بچه هایی داریم که خب کاملا سالم نیستن بچه های اوتیستن بچه هایی که یه خورده بیشفعالن یا اختلالات دیگه دارن و بقیه بچه های ما بچه هایی رم که اختلالاتی دارن ببینن و با اونها تعامل کنند و بدونن که این یه امر طبیعی است همه جور کودک هست با هر فرمی از توانایی یا عدم توانایی برای اینها تسهیلگر ویژه لازمه یعنی تسهیلگری که هم قوانین تسهیلگری رو بدونه و هم با اختلالاتی از این دست آشنایی داشته باشه و بدونه که در مواقعی که این بچه ها دوچار مشکل جدی میشن باید با اونها به طرز خاصی رفتار بشه گفتیم که تسهیلگر در مدرسه طبیعت از امنیت و ایمنی و سلامت بچه ها مراقبت میکنه که برای اونها اتفاق جدی نیفته من روی کلمه جدی تأکید میکنم دوستان چرا؟ به دلیل اینکه ما میخواییم که بچه ها براشون اتفاق بیفته تا وقتی بچه زمین نخوره اصلا سنسورهای درد در بدنش فعال نمیشه تا وقتی بچه زمین نخوره نمیتونه از خودش مراقبت کنه بنابراین باید با خطر روبرو بشه ولی تسیلگر تمام توش و توان خودش رو میذاره که اتفاق جدی نیفته یعنی ای کودک داره از درخت بالا میره اون زیر درخت کاملا مراقبه که اگر افتاد او رو بگیره ولی اجازه میده که اون خودش خطر کنه چرا؟ برای اینکه کودک ذاتا یک موجود ریسک پذیره و این ریسک پذیری برای بقای او برای سلامتی او برای آینده او لازمه اگر اجازه بدیم که اون ریسک پذیری کنه در جریان این ریسک پذیری توانایی خودش رو میسنجه خطرات رو ارزیابی میکنه و میدونه که بایستی با هر خطری چه بکنه در یه مدرسه ای طبیعتی در نروژ من فیلمشو می دیدم که این کنار یه فیورده آب دره آب هست اونجا که دریا به داخل دره ها نفوس کرده و این مدرسه بالا یکی از این فیوردا بود که پرتگاهی به ارتفاع 70-80 متر اون پایین هست از مدیر مدرسه خبرنگار می پرسید که شما با این, با این نزدیکی که به این پرتگاه هستین نمی ترسین که بچه ها بیفتن از این پرتگاه می نه اینجا چنین اتفاقی هرگز نمیفته. ما یک مرز خیالی با بچه ها تعریف کردیم و گفتیم که از این مرز خیالی اون طرفتر نرین و بچه ها هموار این مرز خیالی رو احترام میذارن. این چیزیه که در این ده سالی که من خود با مدرسه های طبیعت تجربه دارم بارها و بارها دیدم که وقتی با بابا و بچه ها تعریف می کنیم که اینجا انتهای مدرسه ای ماست و بعد از این خیابان جای خطرناکی آدم هایی که ما نمیشناسیم وجود دارن ما هرگز نیدیم که بچه ها از اون مرز عبور کنن یعنی اونها تجربه میکنن همه چیز رو و بعد بر اساس تجربه هایی که میکنن اگر به اونها آزادی عمل بدیم اونها از خودشون مراقبت کنن من آینده رو نمیتونم بگم برای هر جایی ممکن اتفاقی بیفته که غیر قابل پیش بینی باشه ولی تا به امروز ده سال تجربه مدارس طبیعت در اینجا بچه ها از درخت بالا میرن توی آب میپرن توی فضاهای بیرون میرن با پای برهنه روی سنگ و خاک را میرن بازی های مختلف میکنن چوب دستشون هست همه نوع بازی هایی که به ظاهر ممکنه خطرناک بیاد ولی ما خوشبختانه تا به امروز نه یک مورد فوتی داشتیم و نه یک مورد به صلاح آسیب جدی اتفاق افتاده و دلیل اصلیش اینه که کودک خودش یک موجود خردمنده اگر آزادش بذاریم و اجازه بدیم که ریسک بکنه میتونه از خودش مراقبت کنه ما نگاه من به محیط پرورشی در مدرسه طبیعت یک نگاه زیستگاهیه زیستگاه میدونیم مدرسه رو جایی که کودک در اون زیست میکنه این مدرسه تا قبل از اینکه تمدن به وجود بیاد فقط یک لایه داشته فقط لایه طبیعی داشته یعنی کودک جوامع شکارچی گردآورنده صبح بلند میشده تو محیط طبیعت تا شب بازی میکرده اسباب بازی شکار درست میکرده اسباب بازی جمعوری مواد غذایی درست میکرده پخت و پز میکرده در طی بازی های خودش و امثال این و مهارت های زندگی رو در ارتباط با طبیعت فرامی گرفته ولی امروز که ما زندگی شهری داریم زندگی متمدن داریم علاوه بر این تجربه ما به تجربه های دیگری هم نیاز داریم بنابراین ما زیستگاه رو امروز متنوعتر از زیستگاه اساتیری و آرکایی که انسان میدونیم لایه مهم این زیستگاه هنوز هم همون لایه طبیعی است چرا که این لایه در تاریخ تکاملی ما حداقل دو میلیون سال قدمت داره و باید به همون اندازه هم در رفتار ما و در علایق و تمایلات ما ریشه داشته باشه اما علاوه بر این لایه طبیعی ما دو لایه دیگر هم در مدرسه طبیعت به این اضافه می کنیم. یکی لایه تمدنی هست یعنی در این پونزده هزار سال انسان متمدن شده یک جانشین شده کشاورزی کرده دامداری کرده پرورش موجودات مختلف داده شعر درست کرده فلسفه به وجود آورده ادبیات داره هنر داره و ما میخوایم که اینها هم در مدرسه وجود داشته باشه یعنی کودک در معرض این هم قرار بگیره بنابراین ما علاوه بر لایه طبیعی یک لایه تمدنی داریم یعنی آزمایشگاه داریم کارگاه داریم کتابخانه داریم سالن تئاتر داریم که باید داشته باشیم محل پرورش حیوانات داریم مزرعه داریم گلخانه داریم جایی برای استراحت بچه ها داریم اتاقی برای کامپیوتر دوربین وسایل دیگه فضای مجازی داریم که به این ترتیب لایه تمدنیشون هم تکمیل بشه و بعد یک لایه تکنولوژیک هم بهش علاوه کردیم این لایه تکنولوژیک دستاوردهای جدید بشری رو به این مجموعه اضافه میکنه یعنی مثلا فرض کن تکنیک های آزمایشگاهی وسایلی که در آزمایشگاه یا نرمافزارهایی که لازم داره برای کار با دستگاه های مختلفش همه اینها رو هم درش تعبیه می کنیم. که کودک در معرض همه اینا قرار بگیره هیچ کدوم از اینها رو به کودک ما آموزش نمیدیم. اما اینا وجود داره که او به دلخواه خودش در هر کدوم از این فضاها میخواد وارد بشه و هر کاری که میخواد با اینها انجام بده